هنگامی که سیستممون رو روشن می‌کنیم، قبل از ورود به صفحه دسکتاپ ویندوزمون با یک صفحه مواجه میشیم که به اون صفحه لاک اسکرین ویندوز میگم. اون صفحه داره یک تصویر پس‌زمینه‌ای هست. اگر بخوایم اون تصویر رو به دلخواه خودمون انتخاب کنیم و تغییرش بدیم، از ناحیه استارت ویندوز بر روی دکمه سیتینگز کلیک میکنیم. از این صفحه وارد بخش پی سی اند دیوایس میشیم. تو این صفحه توسط ویندوز چند تصویر برای صفحه لاک اسکرین ویندوزمون به صورت پیش‌فرض قرار داده شده که با کلیک بر روی هر کدوم اون تصویر به عنوان تصویر لاک اسکرین ویندوزمون انتخاب میشه. اگر بخوایم تصویری خارج از تصویرهای تعریف شده برای ویندوزمون انتخاب کنیم، بر روی دکمه براوز کلیک میکنیم. تو این صفحه تصاویری که از قبل تو این بخش قرار دادیم دیده میشن. اگر بخوایم پوشه تصاویرمون رو تغییر بدیم، با کلیک بر روی لیست بازشوی دیسپیسی، از بخش دیسپیسی میتونیم وارد درایوی که تصاویرمون رو داخل اون قرار دادیم بریم و اون تصاویر رو انتخاب کنیم. به عنوان مثال من تصاویرم رو داخل درایو ای قرار دادم، پوشه گل. تمام تصاویر موجود تو این پوشه برامون نشون داده میشه. حالا اگر روی هر کدوم از این تصاویر کلیک کنیم و روی دکمه سیو چنج بزنیم، اون تصویر به عنوان تصویر لاک اسکرین ویندوزمون انتخاب میشه. اگر بخوایم تعداد تصاویر بیشتری برای لاک اسکرین ویندوزمون انتخاب کنیم که حالا تصاویر به صورت اسلایدی انتخاب شد و تیک ناحیه پلی اسلاید شو رو روشن می‌کنیم. با فعال کردن این تیک در ناحیه یوز پیکچر فرام و با کلیک برای دکمه ادد افولده یک پوشه ای رو میایم از تو سیستممون انتخاب می‌کنیم. به عنوان مثال در بخش دیسپیسی پوشه گل هست. اگر بخوایم این پوشه رو انتخاب کنیم، روی چویس دیس فولدر کلیک می‌کنیم. اینجا میگه پوشه گل براتون انتخاب شد. با کلیک بر روی دکمه اوکی این پوشه در ناحیه یوز پیکچر فرام قرار گرفته و تصاویر اون به عنوان تصویر لاک اسکرین ویندوزمون انتخاب میشن. در ناحیه اینکلود کامرا رول فولدر فرام دیس پی سی اند درایو موجب میشه اگر به اینترنت متصل بودیم دوربینی از بخش اندرایو ویندوزمون انتخاب بشه روی صفحه لاک اسکرین ویندوز قرار بگیره. با فعال کردن تیک Only use the picture that will fit based on my screen موجب میشه تصاویری که در اندازه تصویر پس زمینه ویندوزمون هست به عنوان تصویر لاک اسکرین ویندوزمون انتخاب بشن. با فعال بودن تیک When my PC inactive موجب میشه هنگامی که تصویر لاک اسکرین ویندوزمون فعال میشه و تصاویر اون در حال نشون داده هستن، بعد از گذشت یک بازه زمانی مشخصی کلن سیستم قطع بشه و حتی تصویر لاک اسکرین ویندوز هم نشون داده نشه. و در ناحیه Turn off screen after slide مشخص میکنیم سیستممون بعد از گذشت چه بازه زمانی نشون دادن اسلایدها خاموش بشه یا حالا اسلایدامون قطع بشه. 3 ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت میتونیم به دلخواه یک بازه زمانی رو انتخاب کنیم. و اگر بخوایم اصلا بازه زمانی مشخص نکنیم، Don't turn off اینکه خاموش نشه سیستم، از حالت لاک اسکرین خارج نشه رو انتخاب میکنیم. در صورتی که بخوایم روی صفحه لاک اسکرین ویندوزمون یک برنامه قرار بدیم و بخوایم اطلاعاتی از اون برنامه رو روی صفحه لاک اسکرین بهمون نشون بده، با کلیک بر روی علامت مثبت میتونیم یکی از برنامه‌های تعریف شده رو به دلخواه انتخاب کنیم. تو اون برنامه در صورت اتصال به اینترنت روی صفحه لاک اسکرین ویندوزمون قرار میگیره. در ناحیه Choice and Up to Display Detail Status موجب میشه که برنامه‌ای که داره جزئیاتی هستش، حالا اطلاعات کامل تری از اون هست، مثل کلندر که میتونه تاریخ بهمون نشون بده، با تاریخ
شامل روز، ماه، سال ویندوزمون باشه، با کلیک بر روی علامت مثبت میتونیم اونو انتخاب کنیم. حالا برنامه ودر و آب و هوای شهرمون رو میگه. اسکایپ اطلاعاتی از خود برنامه و حالا در صورت اتصال به اینترنت اطلاعات تکمیلی ازش بهمون بده رو انتخاب میکنیم. و جهت حذف این برنامه میتونیم مجدد روی برنامه کلیک کنیم و Don't Choose Detail رو انتخاب کنیم. در نوعی Choice and Up to Show Alarm با کلیک بر روی علامت مثبت میتونیم تصویر آیکون آلارم نشون داده میشه روی اون کلیک کنیم و این تصویر روی صفحه لاک اسکرین ویندوزمون هم نشون داده بشه. اگر بخوایم در صفحه لاک اسکرین ویندوزمون از کامرا هم استفاده کنیم، تیک این گزینه رو لازمه که فعال کنیم. در غیر این صورت نیازی نیست. اگر بخوایم برای تصویر لاک اسکرین ویندوزمون یک تصویر متحرک انتخاب کنیم، تصویری که حالا حرکتی باشه، میتونیم وارد صفحه دسکتاپ ویندوزمون بشیم. اگر اشاره‌گر موس رو در قسمت بالا سمت چپ نگه داریم، لیستی برای ما نشون داده میشه و میتونیم این پنجره رو ببندیم. برای صفحه دسکتاپ کلیک میکنیم، با انتخاب پرسونالایز و با کلیک برای بخش اسکرین سیور میتونیم یک تصویر متحرک برای لاک اسکرین ویندوزمون انتخاب کنیم. در ناحیه اسکرین سیور برای لیست بازشو کلیک کرد و چند تا از تصویرهای متحرک که خود ویندوز برامون قرار داده رو انتخاب میکنیم. با کلیک برای پریویو میتونیم تغییرات این محافظ صفحه رو ببینیم که با حرکت موس مجدد وارد صفحه خودمون میشیم. برای بعضی از این تصاویر متحرک دکمه سیتینگ عمل میکنه و برای بعضی از این تصاویر خیر. الان برای این تصویر معمولا دکمه سیتینگ عمل نمیکنه. اما اگر 3D Text رو انتخاب کنیم و با کلیک برای سیتینگ میتونیم تغییرات روی متنمون که حالا متنمون چی باشه، اگر من اینجا متن رو ببینم آموزش 365.ir تغییرش بدم، در ناحیه رزولیشن وضوح تصویر و حالا شفافیت متن رو مشخص میکنیم، در ناحیه سایز اندازه متن رو که حالا کوچیک نشون داده بشه، بزرگ نشون داده بشه، و در ناحیه روتیشن اسپید سرعت چرخش متن حالا سرعتش زیاد باشه کم باشه رو مشخص میکنیم. با کلیک بر روی اوکی تغییرات اعمال میشه. اگر الان روی دکمه پریویو کلیک کنیم، میبینیم متنی که من تایپ کردم، متن آموزش 365 با عنوان تصویر محافظ صفحه ویندوزمون انتخاب شده. در ناحیه وایت مشخص میکنیم بعد از چه گذشت زمانی که سیستممون رفت روی لاک اسکرین، اسکرین سیورمون فعال بشه. بعد از گذشت حالا 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه که با کلیک بر روی دکمه های لغزنده میتونیم اون بازه زمانی رو تنظیم کنیم. بر روی دکمه اپلای کلیک میکنیم و سپس اوکی.